Benim çalışkan ve değerli arkadaşlarım, hepinize kolay gelsin. Biz hep beraber, her zaman gibi hep birlikte İstanbul'un birinci kitabı A1'i bitirdik. Öncelikle şimdi elbette İstanbul'un ikinci kitabı A2'yi başlıyoruz. Ama öncelikle ben sizden çok çok canı gönülden teşekkür ediyorum. Ne için? Çaba sarf ettiğiniz için. Çok çok teşekkür ediyorum ve hepinize bu yolda başarılar diliyorum. دوستان من الان بهتون چی گفتم؟ میخوای براتون ترجمه فارسیشم بگم؟ میدونم بلدیت ها، ولی یه بار دیگه میخوام ترجمه فارسیشم بگم چون دیگه وارد کم کم صحبت میشین. گفتم بنیم چالشکان و دیرلی آرکاداشلارم. ببینید آرکاداش رو خوندید، چالشکان رو خوندید، بنیم رو خوندید، شاید یه دونه دیرلی به گوشتون ناشنا باشه، خوندید ها، ولی خیلی روش تو درسای آیه تاکید نشده. گفتم دوستان فعال و قابل ارزش یا با ارزش من، چالشکان و دیرلی آرکاداشلارم، یعنی دوستان فعال و قابل ارزش، ارزشمند من. هپ برابر یا هپ بیرلیکته، یعنی همه با هم، تابیکی یعنی قطعا به صورت برابر با هم، کتاب اولین کتاب استانبول رو که کتاب آیه تموم کردیم، درسته؟ بیتیردیک یعنی تموم کردیم، بیتر بیلدیک یعنی تونستیم تموم کنیم. اما شیمدی ناپیوروز، اما الان میخوایم چیکار کنیم؟ شیمدی یعنی الان دیگه، آمام یعنی اما، اما شیمدی ناپیوروز، اما الان میخوایم چیکار کنیم؟ تابیکی یینه ده هپ بیرلیکته، یعنی بازم، یینه یعنی بازم، معلومه که بازم مثل همیشه برابر، یعنی با هم دیگه. استانبولون ایکینجی کتاب A2 باشلیوروز، دومین کتاب استانبول یعنی A2 رو با هم شروع میکنیم. بعد بهتون چی گفتم؟ گفتم اونجلیکله، یعنی قبل از هر چیزی. اونجه یعنی قبل. ببینید خوندید، چیزای جدیدی نیستن، فقط بعضی پسوندها بهشون اضافه شده. حالا میگید خب ما از کجا بدونیم؟ عجله نکنید، یاد خواهید گرفت. برای به اونجه یه دونه لیکله اضافه شده، شده اونجلیکله. اونجلیکله یعنی قبل از هر چیزی. بو یولدا، در این راه. بو یعنی این، یول یعنی راه. بو یولدا یعنی در این راه. هپینیزه به همه تون باشارلار دیلیورون، موفقیت ها آرزو میکنم. باشارو یعنی موفقیت، باشارلار یعنی موفقیت ها آرزو میکنم. و هپینیزدن و از همه تون جان گنلدن، یعنی از صمیم قلبم تشکر ادیورون، تشکر میکنم. ندن به چه دلیل؟ چوق چابا صرفت دینیز ایچین. چابا صرفت مک یعنی تلاش کردن، با هم یه معنی میدن، ببینید جدا نیستن. چابا صرف اتمک یعنی تلاش کردن، به خاطر تلاشی که تو این راه کردید از همه تون تشکر میکنم. ایوت آرکاداشلار، شیمدی درسه باشلایجایز، اما بن باکن سیزه نسویلیورون. عزیزا من آروم دارم اینا رو میگم به خاطر اینکه متوجه کلمات بشید. Şimdi arkadaşlar, yani الان دوستان، درسه به درس başlayacağız، شروع خواهیم کرد. اما bakın، نگاه کنید. Bakın یعنی نگاه کنید. مصدرش چیه؟ bakmak. Bakın یعنی نگاه کنید. من ne söylüyorum، چی دارم میگم؟ söylemek، گفتم بود دیگه، یادتونه؟ söylemek گفتم بود، نم که به معنی چی بود. نسویلیورم یا نسویلیجیم، خب یعنی چی میگم یا چی خواهم گفت، دارم میگم به این نگاه کنید. گیدلیم می، ببینید تاکید من روی لیماست، نگاه کنید چی میگم. گیدلیم می، باکالم می، گورلیم می، ناپالم. تابی که گیدلیم، باکالم، گورلیم، درسته نلر وار، اورنلیم. لیم ها رو دقت کردید؟ من همه افعالم رو با لیم با شما صحبت کردم، گفتم گیدلیم می، سوالی کردم آیا برویم. گیدلیم، باکالم می،
آیا نگاه بکنیم؟ görelim mi؟ آیا ببینیم؟ درسته neler var؟ öğrenelim mi؟ یا öğrenelim، یاد بگیریم. بکنم متوجه شدید خودتون. بله دقیقا درسته. درستمون در مورد لمها، لیمها، در واقع امریها و امری خواهشی هاست. اولین درس کتاب آدمونه. با هم بریم و شروع به درس کنیم. اونی تبیر. طبق معمول خودتون روند و روش کتاب استانبول دیگه فکر کنم کاملا دستتون اومده. میدونید که کتاب استانبول هر کتابش 6 تا درس داره. هر درسش از 3 قسمت تشکیل شده. قسمت آ، قسمت ب، قسمت ج. درسته؟ دیگه روندش دستتون اومده دیگه. الان ما تو کجای این کتابیم؟ کتاب آدو اولین درسش و اولین قسمت درس اولش هستیم. یعنی اونی تبیر قسمت آش هستیم. خب درس رو ما با هم شروع میکنیم. ببینید لیمها رو نگاه کنید. من داشتم در مورد اون با شما صحبت میکردم، هی اینکه گفتم تاکید من رو روی لیمها ببینید. گزلیم، یورلیم، بگردیم، ببینیم، مستر. گزلیم، مستر. قرار ما این شده که همیشه فعلا رو با مستر یاد بگیریم. چرا؟ چون واقعا من موفقیت زبان آموزامی رو که زبان آموزای عزیزم رو که فعلها رو با مستر یاد گرفتن رو دیدم و الان هم دارم میبینم. اونایی که تو کلاس ها زبان رو در واقع فعلها رو با حالت مستر یاد میگیرن پیشرفت فوق‌العاده‌ای دارن. اینه که منم دوست دارم، هدفم اینه که شما اینجوری باشید. فعلها رو قرارمون این شده همیشه به حالت مستر یاد بگیریم. خب گزلیم مصدرش چیه؟ گزمک. گزمک یعنی گشتن. گورلیم مصدرش چیه؟ گورمک یعنی دیدن. گورمک یعنی دیدن. خب این لیماشو دقت کنید. درسمون در رابطه با ایناست. البته درس این جلسه نه، درس جلسه بعد. ولی این جلسه و جلسه بعد یه جورایی به هم مرتبطن. الان که بریم سراغ درس متوجه میشید چرا با هم در ارتباطن. پس گزلیم، گورلیم یعنی ببینیم و بگردیم و ببینیم. خب متفاکتا، ببینید قسمت آ رو، از این آ شما متوجه میشید که تو قسمت آ درس اول کتاب آدو استانبول هستید. متفاکتا، متفاک یعنی آشپزخانه. درسته؟ تو کتاب آ یک خوندید دیگه. متفاک یعنی آشپزخانه. تایی که بعدش اومده معنی در میده دیگه. متفاکتا یعنی در آشپزخانه. یه خبری که بهتون بدم اینه که درس، این درس ما یعنی اولین درس کتاب آدو ما کلن در مورد غذا و آشپزخانه و آشپزیه. حالا شاید برای خانوم ها خیلی جذاب باشه، شاید برای آقایون بعضیش هم جذاب باشه. اونایی هم که براشون جذاب نیست باید جذابیت داشته باشه، به خاطر اینکه اگر رفتن ترکیه باید اسم غذاهاشون رو بدونن و اینکه چجور مدلی باید سفارش بدن، سفارش غذا بدن یا اسم غذا رو ندونن، چجوری باید بخوان که فلان غذا رو من میخوام بخورم. خب به خاطر همین به همه شما عزیزان لازم و یادگیری ضروریه. اول عزیزان من این جدول پشت سر من رو نگاه کنید. نمیخوام یاد بگیرید، اصلا نمیخوام یاد بگیرید، فقط میخوام نگاه کنید. درسته این جدولی که اینجا میبینید درس در واقع این جلسمونه، درسیه که گرامرهای گرامر کامل درس کتاب اولین درس کتاب آدوه. خب این چیه؟ چی نوشته؟ کل گرامر اولین درس کتاب آدو اینه. نگاه کنید. اولوملو، اولومسوز، اولوملو سورو، اولومسوز سورو رو که بلدی تمتون. خبری مثبت، خبری منفی، سوالی مثبت، سوالی منفی. بنسن او بیسیز اونلارم که خدایش دیگه بلدید. یعنی من تو، ما، شما، ایشان، زمایر شخصی یا زمایر فاعلی. حالا نگاه کنید عزیزان. جولی بن و بیز رو میبینید. کلن خط تیره کشیده شده. چرا؟ اینو دقت کنید چراشو الان بهتون خواهم گفت. فقط میخوام دقت کنید به چیا. هدف من از نشون دادن این جدول به شما چیه؟ من دارم رو این تاکید میکنم و میخوام رو اینا دقت کنید. دقت کنید به این که جلوی بن و بیز تو هر چهار حالت اولوملو، اولومسوز، اولوملو سورو و اولومسوز سورو خط تیره ما داریم. بعد بیایید به سن او
و سیز و اونلار به این چهارتا نگاه کنید. این چهارتا رو اگه دقت داشته باشید تو قسمت سن و تو قسمت سیز برای اولوملو و اولومسوز میبینید داخل کادر مثال زدیم، ولی برای سروهاش نداریم. سروهاش خط تیره داره، نگاه کنید. سن و سیز تو قسمت سرو، چه اولوملو سرو چه اولومسوز سرو، ما خط تیره داریم برای سن و سیز، ولی برای اولوملو و اولومسوزش مثال داریم. خب اینا رو دقت کنید، دلیلش رو الان نمیگم، بعدم بهتون میگم. بعد بیایید به سوم شخص های جمع. سوم شخص جمع های شما چیان؟ او و اونوار. ببینید او و اونوارتون هر چهارتا رو داره، هم اولوملو رو داره، هم اولومسوز رو داره، هم اولوملو سرو رو داره، هم اولومسوز سرو رو داره. برای هر چهارتا داخل کادر شما مثال دارید، درسته؟ اشتباه که من نمی کنم. فقط به این نقطه دقت داشته باشید تا بریم سر درس. پس من یک بار دیگه بهتون یه توضیح مختصر میدم و میریم سر درس. تو این جدول چیزی که رو شما دقت میکنید اینه که جلوی بن و بیزتون خالیه، تو کادرات خط تیره دارید، هیچی ندارید. تو سن و سیزتون تو قسمت اولوملو و اولومسوز فقط مثال دارید، تو قسمت اولوملو سرو و اولومسوز سرو شما باز خط تیره دارید، خالیه. ولی تو زمایر در واقع سوم شخصهای جمع یعنی او و اونوار هر چهارتا رو شما دارید، داخل هر چهار کادر چه اولوملو چه اولومسوز چه اولوملو سرو چه اولومسوز سرو مثال دارید. همینا رو اینجا دقت کنید تا بریم با هم درس رو شروع کنیم.